در همه جای دنیا بازار بورس یکی از بهترین فرصت‌های اقتصادی برای سرمایه گذاریه که هم موتور تولید و پیشرفت کشورها رو فراهم می‌کنه و هم برای سرمایه گذاری فرصت سودآوره. در واقع در خیلی از کشورها سرمایه گذاری در بورس شغل دوم افراده که گاه درآمد اول زندگیشون رو می‌سازه. در ایران هم با تمام فراز و فرودها و ریسک‌های احتمالی داره نشون میده که در مجموع بازار بورس ایران هم روند صعودی داشته و در حال جذب به سمت خودشه. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد در همایش‌های خودش میخواد زمینه آشنایی بیشتر و آگاهی در رابطه با بازار بورس و سرمایه گذاری رو برای شما هموار کنه. در این همایش‌ها شما متوجه میشید که چطور باید وارد این بازار بشید. با روش علمی انتخاب سهم و تحلیلی بورس آشنا بشید. راستی این هم بهتون بگم، حتی اگه خودتون هم نمیتونین خرید و فروش کنین، میتونین خرید و فروشاتون رو به ما بسپرین. استارت بورس رو با آرمان اقتصاد بزن. شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد. مرداد ماه ابلاغ شد که ETF ها تصویب شد. اون موقع سهام دولت کمتر از اینا بود ارزشش، حدود 30,000 میلیارد تومان که شاخص هم حدود 140,000 واحد و اینا، من اگه ذهنم یاری کنه بود عدد پایین. من اون مقطع اصرار داشتم که ما این یونیت ها رو به مردم بفروشیم، چون اعتقادم این بود که بازار جای رشد داره و البته تخفیف رو هم 20% ما پیشنهاد کرده بودیم. واقعا اینجا من دفاع کنم از این فلسفه کار، من یکی مردمی کردن اقتصاد تو ذهنم بود که این پیشنهاد رو دادم. گفتم همه مردم تو بازار سرمایه بیان، من تا الان ریسک احساس میکنن یه جایی، این 20% تخفیف کمک میکنه. دوم گفتم که هم عمق بازار سرمایه زیاد میشه با این کار. سوم گفتم نقدینگی ریز رو میشه جمع کرد و تورم یه مقدار مهار کرد. بالاخره قابل پیش بینی بود تورم ممکنه زیاد بشه. یکی هم کسری بودجه دولت. من انکار نمیکنم کسری بودجه دولت مد نظر نبود. بود، ولی چهار تا با هم بود. در کنار این یه پیشنهاد دیگه راجع به املاک مستقلات حقیر داشتم. اونم این بود که املاک مستقلات اگه ما به صورت کلان و بزرگ در حد چند صد هزار متر بخوایم بفروشیم، حتما مسئله پیش میاد، میگن اینجا رانت بوده فلان بوده. املاک مستقلات دولتی. دولتی رو. عرضم این بود در اون نامه که ما اینا رو افراز کنیم به قطعات 500 متر و 1000 متر. یک هیئت کارشناسی به قید قرعه بیاد قیمت پایه رو تعیین کنه، ببریم تو بورس کالا، در تابلو املاک مستقلات بورس کالا که قابل ایجاد هست و ایجاد میکنیم، اونجا اینا رو به صورت مزایده بفروشیم. خب چند صد نفر یا چند هزار نفر یا چند ده هزار نفر میان املاک مستقلات و دولت رو میخرن. فرصت برابر گفت... به همه دقیقاً نمیشه مزارد. گفت چرا این به این فروخته شد، همه میتونستن بیان رقابت کنن. حالا اون عملیاتی نشده، من امیدوارم حالا یکی از برنامه‌هام این بود اونو پیگیری کنم، امیدوارم اون عملیاتی بشه، چون بعضی از دوستان میگن که نقدینگی حجمش خیلی زیاده و خب رو قیمت ها اثر داره میگذاره. اگه سهام ها همه داده شد بچه، من میگم خب املاک هست، اگر دولت باز بخواد املاکش رو بفروشه به این شیوه میتونه باز نقدینگی رو مهار بکنه. دولت محترم بارها تاکید داشته شناوری زیاد بشه. بعضی از شرکت ها، من نمادها رو عمدن اسم نمیبرم ولی درصداشو میگم، مثلا یه شرکت بزرگی هست 6% فقط شناوری داره. بله. خب طبیعتاً اینها تقریباً دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باید عرضه بکنند. خب تاکیدم زیاد بوده عرضه بکنن ولی شناوریش زیاد نشده. یکی از کارهای مهمی که در کنار عرضه‌های اولیه بوده که بزرگاش تقریباً انجام شده، دیگه شرکت‌های کلان در بورس و فرابورس ترخواست دادن اکثراً کوچیکن. ایمیدرو هم هست البته. ایمیدرو حالا یه مقدار کار داره، من به نظرم یه مقدار کار میبره، این که گفته میشه مثلا یه ماه دیگه، من به نظرم یه مقداری باید دقیق‌تر نگاه کرد به مثلا عرضه اولیه شناور آزاد زیاد بشه، بحث مربوط به ETF ها، سهام عدالت چهارمی باشه، عرض پنجم بنده راجع به افزایش سرمایه به صورت سلب حق تقدم یا به قیمت تابلو هست که این باعث میشه نقدینگی بره داخل شرکت. حالا شرکت ها خب
صفحه خرید دارن یه جای. وقتی صفحه خرید دارن، حالا یکی هم اگه سیتشو میترسه از دست بده، کرسی مدیریتشو از دست بده، خب میتونه بیاد افزای سرمایه با سلب حق تقدم بده، زمان اون 60 روز قانون تجارت و اینا رو هم نمیخواد، محدودیتاش کمتر. این هم یه اقدامیه که میشونه انجام بشه. خب طبیعتاً بنده همچنان اعتقادم این هست که یک سری باید قواعدی وضع بشه راجع به رشدهایی که غیر معقول هست، یک محدودیتهایی گذاشته بشه، حالا ترکیبی از حد نوسان، حجم مبنا، حد نوسان، تعلیق و توقف لازمه. من فکر میکنم دنیا تجربه کرده، ما این تجربه دنیا رو استفاده بکنیم. بالاخره دنیا هم حد نوسان داره هم حجم مبنا ندارن. اکثر کشورها، یعنی شاید بگیم هیچ کشوری حجم مبنا نداره، ولی حد نوسان رو دارن، توقف و تعلیق هم دارن. حالا یه شکلیشو ممکنه به هر حال فعالان بازار هم استقبال بکنن، اون شکلشو عمل بکنن، هیچ اشکالی نداره.